ظهور ویروس کرونا در جهان باعث شد که بیش از یک سال عاشقان اهل بیت اسمت و تهارت علیهم در ایران و عراق از زیارت عتبات عالیات محروم شوند در این مدت نه شهروندان ایرانی توانستند به زیارت شهرهای مقدس کربلا نجف کازمین و سامرا بروند و نه شهروندان عراقی توانسته به شهرهای مقدس مشهد و قوم سفر کنند اکنون و بعد از این مدت اخباری به گوش می رسد که قرار است کم کم اوزا به روال سابق و طبیعی خود بازگردد و زائران ایرانی و عراقی به زیارت بروند همکارم علی اکبری گزارش می دهد. پس از درخواستها و اعتراض های فراوان به بسته بودن مسیر زیارت عطبات عالیات به روی ایرانیان حالا خبرهایی از بازگشایی این مسیر شنیده شده است باز شدن راه کربلا در رسانه های ایران به شکلی عنوان می شود که به نظر بیاید عراق راه را بسته بوده اما واقعیت گویای چیز دیگری است پس از اعتراض های فراوان شیعیان و عاشقان اهل بیت علیه مسلم در ایران حالا سخنگو و رئیس مرکز دیپلماسی عمومی و رسانه ی وزارت خارجه این کشور اعلام کرده سفر به عطبات آلیات به شکل محدود و با رعایت پروتکل های بهداشتی از سر گرفته می شود سعید خطیبزاده پس از گفتگوهای صورت گرفته با مقامات عراقی افسود در ملاقات با وزیر فرهنگ عراق موضوع از سرگیری سفر به عتبات مطرح و مقرر شد اعزام کاروان زائران ایرانی به شکل محدود و با رعایت پروتکل ها از سر گرفته می شود وی با بیان اینکه روابط دو کشور در سطح ممتازی قرار دارد گفت این سفر به منظور هماهنگی بیشتر در زمینه های امور فرهنگی، دیپلماسی عمومی و مراودات رسانه‌ای برنامه ریزی و انجام شد. از طرف هیئت وزیران ایران در جلسه کاری خود به ریاست حسن روحانی رئیس جمهور این کشور با صدور مجوزی با برقراری مقررات لغو روادید برای دارندگان گذرنامه عادی بین ایران و عراق موافقت کرد در این لغو روادید متقابل قرار است شهروندان دو طرف تا 45 روز بدون ویزا اجازه تردد در کشور مقصد را داشته باشند شایان ذکر است پیش از این دولت و ملت عراق خصوصا کربلایی ها با اعلام آمادگی کامل برای پذیرایی از زائران عراقی خواستار صدور مجوز برای خروج زائران ایرانی به مقصد عراق شده بودند ولی ایران به طور رسمی اعلام کرد که برای زائران عتبات آلیات اجازه خروج صادر نمی کند.